سلام دوستان وقتتون به خیر باشه زندگی پس از زندگی اسم برنامه که این روزها از رسانه ملی پخش میشه و مخاطبین خاص خودش رو داشته فارغ از جزئیاتش و محتواش که بهش خواهیم پرداخت این برنامه توجه من رو به خودش جلب کرد به خاطر اینکه در توییتر و شبکه های اجتماعی افرادی رو دیدم که متاثر از دیدن این برنامه دنبال حلالیت طلبی رفتن حقیقتش رو اگر بخواید من پیگیر این برنامه نبودم بعد از اینکه دیدم عده‌ای دارن پیام های این شکلی میفرستن و اینا هویت دارن اینا واقعی هن. اینا فیک نیستن و اینها به لحاظ اعتقادی افراد های چجوری بگم گروه های مختلف متفاوت اجتماعی یعنی یعنی مثلا همشون مذهبی نیستن بعضی از کاربرهایی که این جنس از توییتا فرستن یا این پیام ها رو فرستادن به لحاظ اعتقادی با ما همخوانی ندارن ولی دنبال حلالیت طلبی هن. فهمیدم که متأسف از این برنامه اتفاق افتاده مثلا یکی از نمونه‌ها یک دوستی بود که میگفتش که یکی از اقوام ما اومده برای ما اینو تعریف کرده که من یک اقدامی رو انجام دادم چند سال پیش این به ضرر شماها بوده کار بدی بوده سر شما کلا گذاشتم اومدم حلالیت ده طلبم و تحت تاثیر این برنامه یه بررسی کردم ببینم با چه چیزی طرفیم و متوجه برنامه شدم که از شبکه چهار سیما پخش شده در این مدت و الان هم داره پخش میشه یه ویژگی خیلی فوق داره و اون هم این است که مخاطبین بسیار زیادی رو به سمت این شبکه کشانده دو تا برنامه رو داشتیم توی این سالها که یه مقدار باعث شد این شبکه حرکت بکنه یعنی دیده بشه و مخاطبین به سمتش بیان یکی برنامه بود که پیام فضل نژاد بود برنامه فوق که در این سالها از این شبکه شاهد بودیم یکم برنامه هست که عباس موزون اجرای اون رو بر داره خیلی ها بر این باورن که اجرای شخص عباس موزون هست که این برنامه رو جذابتر کرده اون نکته که من قبلش خدمت شما عرض کنم این هست که یه حقیقتی رو این برنامه اثبات کرد و اون حقیقت اینه که یه جاهایی ما به دنبال جذب و آوردن مخاطب کارهایی میکنیم برای اینکه مخاطب سونیت ها رو نبینه همساله ها رو نبینه کارهایی میکنیم که این کارها عجیب و غریبه آدم وقتی رسانه ملی نگاه میکنه با خودش سوال برش این محتوا مثلا با چه انگیزه صرفا برای جذب صرفا برای اینکه افراد اونور نبینن بیان اینجا این برنامه اثبات کرد که میشه با محتوایی که اون محتوا ارزشمند باشه هم جذب داشت افرادی رو پای رسانه ملی آورد و کاری کرد که افراد بنشینند ببینند و فکر بکنن از این جهت فکر میکنم اون چیزی که شاهدش هستیم فوقالعاده است خلاصه داستان رو برای شما عرض بکنم من تا قبلش لازم است یه نکته رو بگم و اون نکته این هست که شخص عباس موزون چهره ای است که باعث شده که این برنامه جذابتر بشه شما یک مجری رو میبینی که این با اون چهره خاص خودش در مقابل دوربین قرار گرفته بعد در مقابل حرفای خنددار یا خوشحال کننده یا جذاب افراد خیلی شما اثر خاصی رو در چهرهش نمیبینی خوشحال میشه ولی چهره همون چهره است در مقابل ناراحتی شما ناراحتی رو میبینی ناراحت میشه ولی باز تقریبا چهره همون چهره است و نوع اجرا این فرد و نوع چهره این فرد هست که این ماجرا رو و این برنامه رو جذابتر کرده خلاصه داستانی که این برنامه داره این هست افرادی رفتن دنیای دیگری رو تجربه کردن یعنی طرف رفته یک اتفاق توی زندگیش رو رخ داده مثلا تصادف از کما سر در آورده یا اتفاقات این شکلی براش افتاده و توی اون مجری یک زندگی دیگر رو و یک دنیای دیگر تجربه کرده توی اون, توی اون دنیای دیگه افرادی که از این دنیا رفتن رو دیده باشون گفتگو کرده بعضا اونها کمکهایی بهش کردن بعضا اونها گفتگوهایی باش داشتن بعضا اونها پیامهایی رو به این دنیا فرستادن مثلا طرف گفته که آقا به عزیزان من بگو به یاد من باشن برای من خیرات بکنن برای من صدقه بدن و این فردی که احیا شده از کما برگشته حالش خوب شده اومده اینها رو به اطرافیانش گفته یا نشونه هایی از همون محیط اطراف دیده مثلا توی بیمارستان یه نقطه بوده از اون نقطه کسی خبری نداشته یه نفری از کارکن میرفته و اونجا کارهایی میکرده این وقتی احیا شده اومده گفته گفته آقا تو بیمارستان آقای فلانی فلانجا میرفته بعد همه تعجب کردن اسم اینو از کجا میدونی اونجا رو از کجا خبری اونجا محرمانه است کسی نمیدونه که من دیدم من از همه جا اینجا دیدم من وقتی که توی کما بودم رفتم همه جاش سر کشیدن یا برای مثال افرادی اومدن بهش مراجعه کردم گفته فلانی تو وقتی اومدی این تو مخت میگذشته من داشتم به تو فکر میکردم تو رو دیدم این توی ذهن تو بوده و فرد تایید کرده گفته آره من حقیقتش این نکته تو ذهنم گذشته یا با کودکان ارتباط گرفتن یعنی افراد آمدن این فردو در محیط حس نکردن چون در کما هست و ارتباط نگرفتن او با کودک ارتباط گرفته با کودک دیالوگ کرده با کودک گفتگو کرده و چیزهای از این دست شواهدی میان توی این برنامه افراد مختلف میان از اون کسانی که در بیمارستان بودن تا اطرافیان خود فرد و دیگران برای اینکه این فرد به اصطلاح خودمون ادعاهایی که رو اثبات بکنه و این ادعاها به نوعی مورد توجه قرار بگیره نقدهایی به این برنامه بوده تاییدهایی در حمایت از این برنامه بوده اون نکته که من میخوام بگم و میخوام بکنم این هست ما در طول سالهای اخیر در رسانه ملی خودمون یه برنامه ای داشتیم که تو این برنامه شما حجت الاسلام یا کسی که پاش دورش سر دور سرش باشه نمی‌بینی نمیبینی یا آدم رو با کچلوار اومده نشسته یه نفرم از جنس مردم آورده ولی اینا وقتی با هم دارن صحبت میکنن از 100 تا منبر از سرش بالاتره شما نگاه میکنی میبینی که مثلا بیننده یه لحظه بد. ببخشید به پته, پته میفته آقا یه نفری رو به من نشون بدید من برم حلالیت طلبم میخوام رفتارم بهتر بشه میخوام دوروبرم بهتر بشه خب از این زاویه که این برنامه به لحاظ تربیتی خیلی قوی داره کار میکنه اگر بخوایم نگاه بکنیم میشه گفت که بله از خیلی از برنامه های دیگه رسانه ملی موثرتر عمل کرده و مخاطبتر هم شده و اثرات خیلی خوبی رو روی افراد گذاشته نقدهایی هم ممکن بشه وارد باشه ولی فکر میکنم که جنبه مؤثر بودن این برنامه و اثراتی که برای جامعه داشته از همه چیز اولویت دارتره یا نکته رو براتون بگم یه رفیقی داشتم سال 86 ایشون از بچه های عراق بود بعد همین اتفاق براش رخ داده بود یعنی به کما میره دنیای دیگر رو تجربه میکنه سال 86 اینو برای من تعریف میکرد میگفتش که من افراد رو چه اونایی که توی این دنیا هستن چه اونایی که توی اون دنیا هستن سیاه و سفید میدیدم بعد گفت اونهایی که سیاه بودن میفهمیدم اینا کار بدی کردن اونایی که سفید بودن میفهمیدم که اینها کارای خوبی کردن و بر اساس این ارتباط میگرفتم با اونها چیزی هست که به شخص خودم از یکی از رفقای خودم که کما رو توی وضعیت کما بوده و اون دنیا رو تجربه کرده شنیدم حتما پیشنهاد میکنم این برنامه رو ببینید زندگی پس از زندگی توی یوتیوب اگر سرچ بکنید حتما میاد و ببخشید یک بار با جنس صحبت های افرادی که این برنامه حضور پیدا کردن آشنا بشه چون چیزهایی که من گفتم اگر یه نفر این برنامه نیده باشه یا مثلا بلاز اعتقادی با ما نگاهش متفاوت باشه الان این چه تو بهتر چه گفت قبلی هم که گفته اینجوری بوده تعلیگر که مثلا میده همینه اگر همینی که پرمان چه وقتی تلف کردم ببینید این برنامه رو حتما ببینید یک بار چون ما در خصوص یک فرد ببین کل داستان اینجوریه که این میره با افراد مختلفی صحبت میکنه از فردی که ارکما بوده با افرادی که در بیمارستان هستن با خانوادهش و کوفامیلش رفیقاش همه اینا نمیتونن با هم هماهنگ هم کرده باشن به من شما دروغ بگن درسته یعنی مثلا شما شاید یه تیمی جمع شده یه دروغ بگن همشون همزمان نمیتونن دروغ باشن دیگه پس ماجرا قابل تعامل پیش شاید حتما این برنامه رو ببینید نکته دیگه ندارم به خاطر فوق العاده بودن این برنامه وظیفه خودم میناسم که حتما یک ویدیو در این خصوص به شما دوستان عزیز ارائه بدم اگر نکته ای داشتین در قالب و کامنت ها برای ما بفرستین و دوستان عزیز چند تا پیام میخوام براتون بخونم یکی از رفقا در پیامشون گفتن که آقا یه سری از رفقا هستن تاکید میکنن که ما میخوایم گفتگو داشته باشیم با شما دیالوگ بکنیم با خود شما صحبت بکنیم رفقا اینستاگرام اصلا برای همین کاره یعنی فضایی که ما اونجا ایجاد کردیم برای همینه حتما توی اینستاگرام من پیام بدید توی دایرکت من سعی میکنم پیام ها رو ببینم فکر میکنم که تا اینجا عمده پیام ها رو دیدم سعی کردم پاسخ بدم و بدون پاسخ هم بعضا اگر دیدم خیلی پیامی مثلا دیگه نیاز داره که ما ویس بفرستیم وایس هم فرستادم پس اینستاگرام ها رو از اینجا حتما دنبال بکنید رفیق دیگری گفته که گفته این تعریف وقایع در خصوص داستان شهید محسن حججی نوع شهادت ایشان و اون ماجره ها گفته گفته این تعریف وقایع این شکلی رو حتما ادامه بدین خیلی خوبه من لحظه و لحظه خودم و جای اون شخص تصور کردم و تونستم حسش کنم این مدل وقایع وقتی گفته بشه به نظرم ذهن جوانهای مثل من آماده تر میشه که اگر لازم شد به یه تجربه ذهنی بتونه آماده تر وارد صحنه بشه به عنوان یک دوست یاره این رو میگه که ماجرای اون شهدای مدافع حرم و تقابلی که با داعش داشتن مرتجیش قرار گرفته بسیار ممنونم خوشحالم که اون ویدیوی مربوط به شهید محسن حججی و ماجرای اسارت و شهادت ایشان شما قرار گرفته یکی از دوستان گفته که درود بر ایران و تیم شما و کارهای قشنگتون کریم برهه پرقدرت ترین از جنود لجت و معرفی ایثارگران و حماسه سازان مایه میگذاریم بسیار ممنونم تشکر از لطف شما و ممنونم از اینکه این برنامه رو دیدین یکی از دوستان گفته که در دقیقه خوردن پنج چرا فقط از سپاه نام بردید و از ارتشیان غیور نام نبردید این کار تضیف یکی از دوبال قدرت آقا ما در خصوص ارتش ویدیو ساختیم یک کلمه سو سپاه توش نبوده یعنی چی که چون فلان رو گفتی حتما به صلاح اون تضعیف اون یکیه یه برنامه ساختیم در خصوص شهید ارتش چند تا ساختیم فقط در روی ارتش اصلا اسمی از سپاه نبوده حالا اینجا داریم به این ور اشاره می‌کنیم این معنی تقابل بین این دوتا نیستش که همه اینها نیروهایی هستن که دارن به وطن خدمت میکنن و ان شاء همه اینها بالا باشه فهم کنم یه جاهای رفقا یه کچ سلیقه چجوری بگم یعنی یه چیزایی تو پرماشون دیده میشه واقعا انرژی رو از آدم میگیره یعنی آدم احساس میکنه خدا یا چرا این شکلی از این زاویه چرا برنامه ما رو میبینن یعنی مثلا قبلی ها رو طرف ندیده به یکباره یه دونه اتفاقی برنامه از اون, اون هم همین بوده خب چرا قبلش چرا بعدش ندیده بجد ممنونم از پیامی که برای ما فرستادین و امیدوارم که سربلند باشید یه دوست دیگه یه پیام فرستاده خانم زهرا سادات حسینی خانم حسینی اگر پیامی که فرستادین رو یادتونه من احساس میکنم که این جنس از پیام ها اگرچه من شرمنده شدم از پیامی که فرستادی میتونه تفرق افکنانه باشه یعنی یه جاهایی ممکنه یه رفیقی ببینه این پیامو ناراحت بشه شما تلاش کنید تو این پیام از بنده تعریف دیگه ولی اونو نکته رو داره خواهش میکنم تو این پیام ها دقت بکنید بسیار ممنونم از رفقایی که برای ما پیام میفرستن حس ما رو خوب میکنن به ما اعتماد و نفس میدن و کمک میکنن که ما با قوت پیش بریم اگر جایی پیام رفیقی رو نقد میکنم که از من تعریف کرده رو حساب اینه که احساس میکنم هم رفیقیم راحت میتونم صحبت بکنم خواهش میکنم به دل نگیرین و دارم دوستان عزیز در فضایی که داریم کار میکنیم تعدادی از رفقای ما برنامه سازها خودشان با توان شخصی خودشون اومدن پای کار تیم ما تدوینگر داره رفقای هستن که دارن کمک میکنن و همه یه فشار روی من به اصطلاح اون نیست ولی یه جایی شما نگاه میکنیم میبینی که یک برنامه سازی با همه توان خودش اومده پای کار اگر در کامنت ها اگر در پیام هایی که ارسال میشه ازش حمایت نشه اعتماد به نفسش ممکن از دست بده یه داستان شاید باورتون نشه یه رفیق برنامه سازی رفته بودن بهش پیام داده بودن گفته بودن که ما مدافع حرمیم و رفیق تحلیلگریم و توی سوریه و تحلیلگر بودیم بعد کلی حرف زشت می زده بودن بعد ایشون باور کرده بود که رفیقای من رفتن پیامش دادن شدن اصلا اصلا اون ربطی نداشت ببین این چیزی که من دارم برای شما تعریف کنم یک خط کاملا هوشمندانه است که میخواد تفرقه بندازه بین برنامه سازها یعنی خیلی واضحه من خودم رفتم اون بنده خدا رو بهش پیام دادم کلی ابراز شرمندگی کردم براش ماجرا رو توضیح گفتم ما اصلا همچین چیزایی نبوده این مطمئن باش طرف تفرقه افکن بوده حالا یا یک دشمنی قط... دشمنی که قطعا دشمنه حالا یا اصلا مثلا یک جماعتی بوده سلطنت علوی براندازی کسی بوده یا اصلا کسی بوده در داخل که بعد خواه من شما خاصی که تفرقه ایجاد بکنه به این فضا به وجود میاد ببینید می منظورم چیه واقعا یه جاهایی مثلا اون رفیقی که یارم براتون تعریف کردم انقدر ناراحت شده و برگشت من گفتش که شاید من سوری نرفتم شاید من دفاع سرانه کردم ولی الان دارم دفاع میکنم از کشورم که همش توضیحم هم. گفتم آقا اصلا این چیزه که این گفته به صلاح خود این معمول فتنه است منو شما نباید توجه کنیم بعد ضمن اینکه که دفاع از حرم شما جلوی دوربینتونه شما الان جلوی دوربین به بهترین شکل ممکن داری از دفاع می‌کنید ببینم منظورم چیه منظورم اینه که شما و رفقا که میبینن از کامنت قافل ممکنه وزرشون باشن در صورتی که طرف مقابل رو این برنامه ریزی داره که با یه دونه کامنت موتور آدمو بیاره پایین یعنی شما نگاه کنین یه دونه کامنت می‌فرسته تو تمرکز از دست دادی. تو کلا یه نفر یه اتفاق خیلی چیپی رخ داده بود اخیرا طرف من پیام داده میگه این اتفاق که رخ داد من فهمیدم از قربال های آخر و زمانی شما از چشم من افتادی گفتم اگه قرار ما از این اتفاق از چشی کسی بیفتیم کاش که زودتر بیفتیم بره یعنی خود قربال آخر و زمانی تو اومدی رب داری به این داستانی که اصلا یه دعوای سیاسی خیلی کوچولی داخلیه من واقعا نمیفهم چه شدی ببین این پیام ها بعضیش میاد موتور آدم پایین بیاره و بعضیش هدفنده یعنی تیم نشسته برنامه‌ریزی کرده چجور پیام بفرستی که تفرقه افکنی بشه اینو خواهش میکنم دقتتون باشه تو کامنت ها از افراد حمایت بکنید به شیوه که کامنت این شکلی رو بشور ببره که وقتی طرفی خونه بگی باشه اگه یه نفری اومده یه کامنتی گذاشه تمرکز من گرفته 10 تا کامنت خوب هم دارم برامساز سازها رو با همه توان حمایت بکنید کمک بکنید که با قوت و انگیزه و اعتماد به کار خودشون رو پیش ببرن خیلی مخلصم دلتون شاد باشه وقتتون بخیر